ست قشنگی زدین. واقعا شاهانه است. خیلی ممنون، لطف دارین. خوبی؟ آره خوبم، چطور مگه؟ ای بابا چه قشقرقی به پا کردین، نگاه کن حالم خوبه. خیلی ممنونم، به زحمت افتادین. خواهش میکنم، چه زحمتی، کلی هم کیف کردین. دست درد نکنه، هممونو ترسوندی. چیه؟ خرس گنده شدم، چرا میترسی؟ با این آقای عزیز داشتم صحبت میکردم. شما مامان بزرگو چطوری شناختی؟ تو اینترنت چیز کردم، یعنی تو فضای مجازی ویدیوشونو دیدم و یه تیر تو تاریکی بود. اون وقت بعدش درست در اومد. نگاه کن اینجاست ویدیوشونو. آره. وای مامان بزرگ، من چی بهت بگم ای جانم. مگه چیه، زدیم رقصیدیم، آی دلم وا شد، کیف کردم. عینکم نیست نمیبینم، میگم خوشگل افتادم. خیلی خوشگل افتادیم، نگران نباشین، فیل بشه میفرستم واسه. وای خیلی ممنونم. مثل ستاره های سینمایی. تا اینجا چطوری اومدی؟ چطوری اومدم؟ از خونه در اومدم، وایستادم تاکسی رد بشه، یه دونه رد نشد سوارش بشم. بعدش یه آقای متشخص وایستاد جلو، یه ماشین خوشگلم داشت، خودشم خوشتیپ بود، به پای شما که نمیرسید. قربونتون بشم. اون آوردم. سوار ماشین یه مرد غریبه شدی مامان بزرگ. آره، اینجا استانبول ها. گفت به اشرف سلام برسون. چی؟ اونی که منو آورده گفت به اشرف سلام برسون، نفهمیدم چرا گفت. از اشرف با یه مرد غریبه حرف زدی؟ نه بابا، چرا باید الکی از اشرف حرف بزنم؟ من نگفتم، خودش گفت به اشرف سلام برسون. خانم جون خیلی خسته شدین، اجازه بدین من برسونمتون، بفرمایید. خیلی به زحمت افتادین. اختیار دارین، افتخار میدین. اوه بله که میدم، چش نخوری، این ستون میمونی. ستونی از خودتونه، بفرمی. وای چه روز قشنگی شد. گل پسرم هم اومد. کجای پسرم؟ دیر کردی. ببخشید، ترافیک بود. سما خانوم، تو سالاد آقا عدنان یکم آب لیمو بریز لطفاً. گوشت جمم آماده کنی، نیم پز باشه لطفاً. تو توی این روزا پروتئینت کم شده، خسته ای، کاملاً مشخصه. گل پسر من، ببین پدر و مادرت برای تو چه کارا کردن. یه لیست مهمون مفصل حاضر کردیم که باید اول پسرمون ببینه و نظر بده، ببینه کم و کسی هست یا نه. خیلی خوب، از الان باید به مردم خبر بدیم دیگه پسرم، تا الانم خیلی دیر کردیم. البته اگه به خانواده عروس باشه که نگم برات، میدونی که چقدر با مسمس کار میکنم. خب بالاخره عروسی رو کجا میگیری؟ جاش توی شأن خانواده باشه، مهمونای ما رو هر جایی نمیتونیم ببریم. راجع به لباس عروس هم خواهش میکنم زودتر تصمیمشو بگیره، خیلی داره لفتش میده. لحظه آخری منو به عجله نندازین پسرم، به حد کافی هم دیر کردین. در ضمن فکر کرده از اون مدلایی که من بردم بهتر میتونه پیدا کنه؟ اگه فکر میکنه بهتر از مدلای من میتونه پیدا کنه که سخت تر اشتباهه. راستش ما میخوایم عروسی رو عقب بندازیم. چی گفتی؟ چی گفتی؟ میخوایم هوا گرمتر شه بعد بگیریم سمت تابستون. مگه بچه بازیه؟ مسخره کردین؟ مجد این چی میگه؟ عدنان جون خواهش میکنم عزیزم آروم باش. جم جان مگه همین دیروز نگفتی ما دیگه حاضریم میتونین شروع کنین؟ ما به همه خبر دادیم. مامان جان کاش قبلش با من یه حرفی میزدی. عزیزم شما دو ساله که نامزدین، هنوز یه حلقه توی دستتون نیست عزیز من. آی بسپاریم به خودمون دخالت نکنین، آی حلقه رو بعد ازدواج دستمون میکنیم و فلان و به همان. خیلی خوب فهمیدی، اما تا عروسی که دیگه چیزی نمونده پسرم. عروسی که موضوع شما دوتا نیست که، فقط پسرم بیشتر از این کشش ندین، شورشو در نیارین. منتظریم. بینتون مشکلی پیش اومده؟ نه بابا مشکلی نیست. پس عقبم نمیندازیم،
گفته باشم در ضمن فردا که رفتیم حضوری صحبت میکنیم. ببخشید نفهمیدم فردا کجا میری؟ پسرم تو چرا از همه چی بیخبری؟ سریا خانم زنگ زد برای شام دعوتمون کرد. همه با هم میشینیم برنامه ریزی میکنیم. دیدن خودشون ارزشو ندارن؟ گفتن کارو بسپاریم به کاردون. فرمونو میدن دست من دیگه. چی کار کنم دیگه؟ با تجربه بودنم هم درد سره. اما اشکال نداره، مهم نیست. مامان بزرگ واقعا که تازه شیرینی هارم خوردی، میخوای منو هرس بدی؟ نگاش کن مامان جون، اصلا دیگه حتی یک بار دیگه از این خونه بیرون نمیری. منظورم تنها سا، شنیدی دیگه؟ آره شنیدم مامان جون. تازه سوار ماشین مردمم شدی، تازه تا اونور شهرم باش رفتی با یه غریبه. اگه بلایی سرت می آوردن چی؟ وای واقعا که آغوشتو باز کن تا عشق بیاد. مامان بزرگ باز چی شده؟ هممونو نگران کردی، میفهمی؟ دیگه تنهایی هیچ جا نمیری. راستی من با دکترت هم حرف زدم، یه بار دیگه اینجوری بشه میفرستمت پیش روانشناست. آره؟ هر جا میخواد بفرسته بفرسته، اصلا به من چه؟ شما نسخمو پیچیدین دیگه، اینا چیه که به من میگی؟ اه؟ بیوغلو خیلی عوض شده، خیلی. درختاشم کندن، حیف از اون درختا، حیف. مامان بزرگ جدی جدی به یغلو رو گشته؟ آره آره درسته، ولی بعد جوری قاطی کرده مامان بزرگ دیگه از دست رفته. آی این چه حرفیه دختر زشته به خدا. چه خبره؟ باز کی از دست رفته؟ مامان بزرگو میگم، تو رفتی بیرون یه بلبشوی شد که نگو. مامان بزرگ میگه شوهر مرحوم عم سریا رو دیده، بعدش هم از خونه فرار کرد و رفت. شوخی میکنی؟ چی شد؟ الان برگشته بالاست. اما با هممون قهرمانی. خب آیسل خانوم شما کجا بودین؟ از صبح که زدیم بیرون دیگه بر نگشتین امارت. آخ ساجده الان دیگه واقعا حوصله بحث و بگومگو با تو یکی رو ندارم، هم خیلی خستم هم خیلی عصبانی. مامان از کارت چه خبر؟ سه تا جای مختلف رفتم، هر سه تاشونم یه حرفی زدن. آینه میدونم سابقه نداری، سنت بالاست. احمقا رو میبینی به من میگن سنت بالاست؟ آی 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 آی، باید خیلی زود بهت پست مدیریت میدادن، عجیبه. عزیزم من وقتی حامله شدم مدیر بودم، من مثل شما از اول خونه نشین نبودم خانوم، بعدشم که یه سری مسئولیت ها سرم ریخت. من از زندگیم خیلی هم راضیم آیسل خانم جون، با مدیر بودن شکمت سیر نمیشه. که خب برنامه چیه؟ منصرف شدی؟ دیگه بر نمیگردی؟ چرا منصرف بشم؟ تازه شروع شده، اولشه. آها عالیه، پس میدونی باید چی کار کنی؟ میری تو اینستاگرام، از اونجا جیرینگ جیرینگ پول در میاری. از من گفتم دخترم آخه من تو اینستاگرام چی کار دارم؟ عجبا نظافت روزانه، از صبح تا شب به پوستت میرسی، مردم اینجوری میلیونر شدن، فکر کردی چی کار میکنن مگه؟ چه شعر رو ور شنیدم، اگه هر کی با رسیدن به خودش میلیونر میشد که علیر من خدای ثروت بودم. حرف حساب. حواستون به مامان باشه ها، مراقبش باشین، اون در کوچه هم همیشه خدا باید قفل باشه. باشه حتما، ازش چش بر نمیداریم. باشه باشه آبجی، نگران نباش، مثل سایه دنبالشه. این چیه؟ چرا اینقدر لفتش میدین؟ اینطوری پیش بره که تا فردا هم تمام. چرا فردا چه خبره؟ خانواده جیم برای برنامه ریزی جشن میان. حالت خوبه آبجی؟ اینو الان داری به هم میگی؟ من چجوری تا فردا آماده بشم آخه؟ ای ساجده چی داری میگی تو؟ یه نگاه بنداز، ما چند نفریم؟ زرن و هاریکام هستن، 8 تا زن نمیتونیم یه سفره براشون بچینیم؟ نه چرا میتونیم، اما الان میگن آخه. ولی خب من فردا شب نیستم سریا خانم جون. وای خیلی ناراحت شدم، حالا چی کار دارین آیسل خانم جون؟ با دوست پسرم قرار دارم. چی؟ قول دادم. شوخی میکنی؟ آیسل میشه یه لحظه با من بیای بیرون لطفاً؟ تو چی میشه؟ بهتون تعریف میکنم، زود برگرد تعریف کن.
خدایا به جای این هیکل یه نخود عقل بهش میدادی. امه شلوغش نکن دیگه. جم سرایا خانم مامان اینا رو شام دعوت کرده. چی؟ واسه کی؟ فردا شب. حالا چی کار کنی؟ هاریکا تا تو جواب سوال منو ندی ما نمیتونیم به هیچ وجه پا توی اون خونه بذاریم. متوجهی دیگه؟ میدونم میدونم. خب یعنی جوابی نداری بازم؟ آره؟ هاریکا تو میخوای این رابطه رو ادامه بدی یا نمیخوای؟ بذار من کمکت کنم، یا جواب بده یا من میرم همه چیو به خانوادم میگم. مرگ یه بار شیون یه بار. یکم زمان میخوام. همین هاریکا تا فردا فکراتو بکن. خیلی خوب تصمیم بگیر. ببین من چند بار بهت هشدار دادم اما انگار نمیفهمی. زندگی خصوصی تو سر سوزنی به من ربطی نداره، اما زیر این سقف نمیتونی با من اینطوری حرف بزنی. این یک. چیزی از مرگ برادرم نگذشته. اینم دو، اگه میخوای به این بی‌نزاکتی یا ادامه بدی تشریفتو ببر. دوست پسرتم بردار، هر جا دلت میخواد برو، اما برادرزادم اینجا میمونن. اینم سه. تموم شد؟ بله. سرایا خانم، از مرگ شوهرم درست 8 سال گذشته. این یک. اگه منو از اینجا بیرون کنین دخترم هم با هم میان. این دو. لازمه بهتون یادآوری کنم که من فقط برای گرفتن حق شوهرم از اموالتون اینجا زندگی میکنم. یعنی لطفاً فیلم بازی نکنین که دارین انگار به همون لطف بزرگی میکنین. اینم سه. خوب گوش کن، فردا مبودو با اون سر میز شام حاضر بشی یا آبرومونو میبری. فرمیدی؟ نه نه، حتما میام. حالا که فردا اینقدر مهمه حتما میام. عمه جو یه لیوان آب بهم میدی عزیزم؟ خوبی؟ آره خوبم. جمینا رو فردا شب دعوت کردی؟ آره، چطور؟ جم زنگ زد بهم خبر داد، من نمیدونستم. خب باید چی کار کنم عزیزم؟ همه چیزو کتبی واسط بنویسم؟ آره؟ یهو اومدین گفتین یه ماه دیگه ازدواج میکنیم، هیچی هم حاضر نیست. منم نمیدونم چی کار باید بکنم. باید صحبت کنیم که چی کار میخوایم بکنیم. یعنی بد کاری کردم؟ آره؟ اینو بگیر ببینم. واقعا که نه، خوب کردی. مرکه شد. باشه، مزین خانم برای استانبول گردی از خونه میزنه بیرون. منتظر تاکسی بوده که گیرش نمیاد. درست همون موقع تصادفاً یه ماشین شیک و با کلاس جلوش نگه میداره و میگه کجا برسونمتون. راننده یارو شیک و پیکی بوده که میگه خانم جون من امروز در خدمتتونم. مزین خانمم سوار میشه. اما موقع پیاده شدن یارو یه چیزی بهش میگه. به آقا اشرف سلام برسونین. خب تو تونستی چیزی پیدا کنی؟ هنوز نه، ولی دنبالشم. اون بیرون یه سری ها میدونن من کیم. ترگوت اونا تا مزین خانمم پیش رفتن، تا توی امارت پیش رفتن. تا نفهمم کیم نمیتونم آروم باشم. نه دیگه، اومدی و نسازی. من نپاشا جون ما. نه تو خودتو قاطی نمی کنی. بیشتر از این تو دردسر نمیندازمت. پاشا یه سرباز همیشه تو دردسره. تو چرا میخوای منو بذاری کنار؟ مگه من بچه‌ام؟ چی شد؟ چی شد؟ میدونی حرکت چی کار کرده؟ نه چی کار کرده؟ به نامزدش گفته که منو بوسیده.
اوه آخه چه نیازی بود بگه قربونت برم؟ من اون یارو رو دیدم از صد فرسخی، معلومه جنبه شوخی مخی نداره. هاریکا چرا همچی چیزی رو از خودش بافته آخه؟ حیف اون بچه نی؟ از خودش نبافته، واقعا بوسیده. و تو واقعا بو عجب عجب عجب، خوشم اومد ازت پاشا، جنم داری. سریا هم همینطور بود. وقتی که یه هدفی داشت هیچی جلو دارش نبود، اهل دروغ و تفر رفتن و کلک نبود. هاریکا هم همینطوره. سریا هنوزم ازم عصبانیه، از من متنفره. اگه هاریکا بفهمه، اگه بفهمه مردی که عمه سریاش ازش متنفره منم، میگم پاشا شاید نفرتش از عشق باشه. نه تورگوت، آدم عاشق هرگز کارهای سریا رو نمی کنه. بله عمه جون. امروز رفتم سر خاک اشرف. واقعا؟ بعد از این همه سال این اولین بار بود. گفتم شاید دلم آروم بشه، ولی نشد. هیچ وقت نتونستم حذف کنم دردی که بهم داد و هیچ وقت فراموش نمی کنم. اما میدونی چیو فراموش میکنی؟ چهرهشو فراموش میکنی، صداشو فراموش میکنی. یکی که رفته هر چقدرم توی دلت زنده باشه، واقعا تمام و کمال تصور کردنش سخته. گاهی وقتا خوابشو میبینم، میدونستی؟ توی این حیات وایساده و اینطوری نگام میکنه، کابوسه. اما کابوسش هم باشه، دلت میخواد تموم نشه. وای چقدر دلتنگشم. میدونی امروز چیو فهمیدم؟ با وجود این همه خشم، با وجود این قلب شکسته، اما یه دفعه دیگه، حتی یه دفعه دیگه بتونم بازم ببینمش. برای همون یه دفعه دیدن حاضرم دنیامو بدم. عمه جونم، میشه به هم بگی مردی که همچین حس عمیقی بهش داری چجور آدمی بود؟ آی اون مثل یه دریای آروم بود، به آدم آرامش میداد. مردی بود که هر زنی آرزو داشت کنارش باشه، خودشو بسپره دستش. واقعا آدم خیلی عجیبی بود، همه چیزو میدونست. باورت میشه همه چیو؟ از همه چی میتونست حرف بزنه. گوش میکرد، عاشق گوش دادن بود. گاهی سکوت میکرد، با نگاهش ذهنمو میخوند. از یک طرفم مثل یه بچه بود، بچه که بزرگ نمیشه. خیلی شیطون بود، پر از هیجان، یه دنده. آی عزیز دلم. اما از طرفیم مرموز بود، نمیتونستی بشناسیش. یه دنیا داشت که برای خودش نگه داشته بود، فقط مال خودش بود، نمیتونستی واردش بشی یا سوالی ازش بپرسی. اما وای خدای من چه محبتی، فقط نگاش میکردم، میفهمی؟ زیر زیرکی همیشه کنارم بود. اما وقتی که رفت انگار منم رفتم زیر خاک و کور شدم. همه جا سیاه و تاریک شد. واقعا کل زندگیم تموم شد، مردم. سالها با مرده فرقی نداشتم، اما بعدش زندگی شماها رو بهم داد.
تور و زرن و قربونتون برم شدین دخترای خودم. برای همینم میخوام کارایی که نتونستم بکنم و که برام عقده شده تو انجام بدی. داستان تو مثل من نمیخوام نصف نیمه بمونن، دوست ندارم. آه هاریکا، هاریکا عزیز دلم، عزیزم چی شد ها؟ چی شد؟ من حالم خوب نیست. آه خیلی داغونم، حالم خوب نیست. میدونی توی زندگی تنها چیزی که ازش میترسیدم ناامید کردن توه، اما اینقدر که لازمه نمیتونم خوب باشم، نمیتونم. عزیز دلم چی شده؟ آره با من حرف بزن، بگو. برام که میگی از احساست، من نسبت به جم همچین حسی ندارم، هیچ وقت نداشتم. اما میدونی چی عجیبه ها؟ من متوجه نبودم، تا با اون روبرو نشده بودم حواسم نبود. اون کیه؟ کمال. میدونم چی میگی، میدونم. میگی همش 3 یا 4 روزه میشناسیش، با جم یه عمر زندگی کردی. میدونم جم برای خوشحال کردن من خودشو تیکه باره میکنه، میبینم. اما دل خوب چی کار کنم؟ این که چجور آدمیه آره نمیدونم، اما وقتی پیش اونم میخوام زمان برای همیشه وایسه، همینطوری بشینیم پیش هم حرف نزنیم، مهم نیست اینکه چی بگی، مهم نیست. نمیدونم، خواب ندارم، صدام گرفته، روی هیچی تمرکز ندارم. من تا حالا همچین حسی نداشتم عمه. امروز انگار یه آدم دیگه ای شده بودم، جمو خیلی ناراحت کردم، اما اصلا واسم مهم نبود، جدی میگم. حتی دلواپسشم نشدم. کمال از هیچی خبر نداره، فقط دوستانه سعی میکنه کمکم کنه. من نه با اون نه با جم با هیچکی نمیتونم صادق باشم. خواستم لااقل با تو صادق باشم. جم گفت فردا صبح بهش جواب بدم. در اصل میدونم جواب چیه، اما نمیتونم بگم. عصبانی شدی؟ فردا شب شام دعوتش کن آقا کمالو. کسی که دل دخترمو اینطوری لرزونده، منم باید بشناسمش. چی؟ مطمئنی؟ آره، بگم میخوام ازش برای پیدا کردن مامان تشکر کنم، متوجهی؟ با جمم هر حرفی لازمه بزنی بزن، اونم بچه یه مادر هاریکا، ما نباید دل اونو بشکنیم. زودتر باش صحبت کن. خیلی ممنونم، تو توی هر موضوعی خیلی خوب درکم میکنی، تو بهترین زن دنیایی، خیلی خوبی. عزیز دلم، توی این دنیا مهمتر از خوشبختی تو هیچی نیست. چی شد پاشا؟ داره بهت زنگ میزنه؟ آخه تو چه آدم عجیبی هستی خدای من. بله هاریکا. دیر وقته، بیدارت که نکردم. نه بیدار بودم. زنگ زدم بهت بگم عمه سریا فردا شب برای شام دعوتت کرده، واسه این که توی پیدا کردن مامان بزرگ کمک کردی. اگه کار داری مجبور نیستی، اصلا تعارف نکن، اصلا مجبور نیستی. ساعته؟ چی؟ ساعت چند باید اونجا باشم؟ 8.
واسه چطوره ها؟ خوبه. فردا ساعت 8 اونجا. پس میبینمت. شبت بخیر. خبری پاشا چی شده؟ سریا منو برای فردا شب شام دعوت کرده امارت. گفتی امارت؟ سریا خانم حالا چی میشه پاشا؟ ترگوت یه آهنگ بذار. از سکوت زیاد پکیدم پسر. بودو رو چشم پاشو الان برات میذارم. پاشو خدا وکیلی میخوای چیکار کنی؟ سریه خانم تو رو ببینه سنگکوب میکنه. پسر مگه تو نگفتی این دختر بی دلیل نیومده سر راهت؟ مگه نگفتی فرار نکن؟ پاشا جون هر کی دوست داری اینقدر حرفای منو جدی نگیر. همینجوری یه چیزی پروندم. اوضاع خیلی خیت میشه یا بلبشو میشه. ای بابا برو بیشتر از این منتظرش نذار. میگی برم؟ ببین پاشا جون من، مرگ من اگه نقشه بخشی داری بگو، به من مربوط نمیشه، ولی خیلی خودتو باختی پیش این دختره. آخه امارت رفتن دیگه چیه این وسط؟ حداقل برای بیدار شدن یه دلیل دارم مگه نه؟ درسته پاشا، با اجازت. من رفتم، زد زیاد. صبح بخیر. صبح تو هم بخیر. من فکرامو کردم. نمیتونم جم. خیلی خیلی متاسفم. معذرت میخوام. نمیخواستم اینطوری بشه. میشنوی؟ آهای سارا دختر خیلی بزرگه، یکم باریکتر بپیچ. آفرین، باریکلا. هر جور شد مهم نیست، لازم نیست یه مهندس خبره دلمه پیچ بشی. او مامان من هنوز ترم اولم. باشه، بعضی هنوز همونم نیستن. ببخشید الان به من تیک انداختی؟
شما میدونین من چند هزار تا فالوور دارم، خدا رو شکر. نه به دانشگاه نیاز دارم نه به شوهر. خیلی هم خوشحالم و خوشم. آه این چه حرفیه جرن، این فالوورا برات شوهر میشن یا نونا؟ باخی جون من، یکم مراقب خودت باش. آه اگه شوهر کردن هنر باشه که کسی نمیتونه رو دست شما بلند شه ساجد خانوم. بابا ناسلامتی سه بار شوهر کردی، شوخی نیست که سه باره. چه کارا که برات نکردن. خب حالا بهت خوش گذشته یا نه؟ یکم تعریف کن. البته همشونم که مردن، آخرشم دست از پادرستر برگشتی همینجا. اما خب بالاخره شوهره دیگه. آره برگشتم اما با نجابت، جوری برگشتم که هیچکی نتونست واسم حرف در بیاره. بله سه بار شوهر کردم اما واسه هیچ کدوم از احترام کم نذاشتم. تحسین برانگیزه. خب یه سوال دارم، چرا سه گفتی تا سه نشه بازی نشه؟ آره خب مردن دیگه بابا، اصلا چرا باید از عمه جداشن؟ مگه اصلا اون موقع کسی طلاق خانم واسه من وکیل شده؟ نه خیرم، جدا شدم، از هر ستاشونم جدا شدم. خوب شد دلتون آروم گرفت؟ هیچ کدومشونم نمردن، همشون زنده. من ازشون جدا شدم. چطوره، خوشتون اومد؟ تونستم قوی بمونم و نشون بدم، درسته؟ فقط بلدن کور خودشون باشن و بینای مردم. چه تأثیر گذار. دمت گرم عمه، واقعا خیلی باحال. همه رو حریفی. دندون شکن بود. پست. مامی قرار بود از بعضی واسه همون بگی. چی شد؟ کیه؟ چی کار است؟ کجاش نشده؟ آره بگو. عزیز نباش، بگو دیگه. بگو بابا. دیگه معلومه دیگه دخترم، تو باشگاهش نشدیم. نیست تازه شروع کردم به هم یکم بیشتر توجه کرد، مربی ورزشمه. خب یعنی جدیه دیگه، حله درسته؟ حله چیه دیگه؟ پناه بر خدا، چقدر ولنگار شدین شماها. چی شده همه؟ استخونه برادری بیچارم داره توی قبر میلرزه. آه ای بابا، چی داره؟ ساجد خانوم، از فکر برادر مرحومتون ناراحت شدین؟ الهی کاش قبل از مرگ برادرتون به فکر می افتادین. یعنی چی؟ عدنان جون توی بوتیک کارم تموم بشه همه با هم از اونجا میریم، خوبه؟ باشه. ببین عدنان جون، خواهش میکنم دیر نکن، خواهش میکنم. سری قبل دیر کردی، خیلی زشت شد. خواهش میکنم، خواهش میکنم به موقع بیا. ما جایی نمیریم، شام کنسله. کنسله چیه؟ نفهمیدم. چیو نفهمیدی مامان جون؟ مشخصه دیگه، کنسل کردیم، نمیریم. باشه جونم، اما درست حسابی تعریف کن ببینم چی شده. بهتون میگم، اما الان نه، صحبت میکنیم. جیم؟ مامان به عمه ی هاریکام زنگ نمیزنی، باشه؟ باشه قبول. من خوبم، چیزی نیست. دارم وسط کمال خان، به حسابت میرسم، صبر کن. با جم حرف زدم. کار درستی کردی. بزرگترین فضیلت آدم صداقته، یادت باشه. تاوانش هر چی میخواد باشه.
همیشه باید صادق باشی، حقیقت رو بگی، با حقیقت زندگی کن. باشه؟ از کسی که صادق نیست باید فرار کنی، دوری کنی. فهمیدی؟ به عمه ساجده اینا نمیگیم؟ نه بابا، برای چی بگیم؟ اگه بگیم که وای سرمونو میبره. بلش کن، بذار حاضر شن. چه فرقی میکنه؟ جم اینا نمیان، ولی آقا کمال که میاد، درسته؟ آره. میاد دیگه. آره میادشم. از هیجان قلبم داره میاد توی دهنم، روحشم خبر نداره. تابلو نکنی ها. دیگه چی؟ تو نگران نباش، تا توی چشاش نگاه کنم میفهمم که چی تو سرشه. امیدوارم چیزای خوب باشه. پس من دیگه برم. برو از سلام. صبح بخیر پاشا جونم. صبح بخیر ترگوت. امروز کار زیاد داریم، یه دسته گل قشنگ باید بگیریم با یه شیرینی. دست خالی که نمیشه رفت امارت، میشه؟ اون که نمیشه پاشا، ولی انگار تصمیمت جدیه، واقعا میخوای بری؟ آره امر شماست پاشا. خب ترگوت، تعریف کن ببینم راجب خانواده چی میدونی؟ اونو که زیاد میدونم اگه وقت داری. میشنوم. خب پاشا، این خانمای محترم که ماشاءالله یکی از یکی خوشگل‌ترن، همگی با هم تو امارت زندگی میکنن. بروبیای زیادی هم ندارن. اونا هم تا کاری نداشته باشن بیرون نمیرن. همه کارهای امارت هم با هم میکنن. یعنی امارت واسهشون همه چیزه. اما یکی دو روز پیش برای تعمیر آب گرم کن چند نفر رفتن اونجا. لابد میگی از کجا فهمیدم؟ من حسابای سرای خانمو چک کردم، دقیقاً به یه شرکت تعمیر آب گرم کن پول زده. از آب گرم کن به اتاق مخفی راه هست. من سری به این شرکت یه پیام بدم ببینم کدوم مامورشونو فرستادن. خب بقیهش اینطوری بگم، زرن خانم دکتر خونه، به اسم این که شیفت دارم میخوام برم بیمارستان، در اصل به جای بیمارستان میره یه جای دیگه، هنوز نفهمیدم کجا، ولی دنبالشم. میفهمم. جرن یکی از دخترای خونه است، 24 ساعته تو اینستاگرامه، اما خیلی اجتماعی نیست. سرا خواهرش دانشجوه، اونم اجتماعی نیست. آقا صدری پدر دخترا به فرزندی گرفته شده، سالها بعد مزین خانمو پیدا میکنه. سریا اصلا بهم نگفته بود همچین برادری داره. خب سریا چی؟ به نظرم سریا خانمم راز زیاد داره. سریا خانم هر ماه به طور مرتب به یه حساب پول میفرسته، اون حسابم خارج از کشوره. حساب خارج از کشور خیلی عجیبه. البته از سریا هیچی بعید نیست ترگوت، هیچی. پاشا یکم ظلم نیست؟ تو الان میری امارت، سریا خانم تو رو میبینه، میترسم جونتو سنکوب کنه رو دستمون بیفته. واسه این که آدم سکته کنه اول باید یه قلب داشته باشه ترگوت. اصلا نگران نباش. خب معلومه شما با سریا خانم یه حساب کتاب ناتموم داری. امشب مهمه دیگه، باید حاضر شیم. نه بفرمایین پاشه. آبجی همین پیراهن قرمزی. ای بابا صبر کن، شایدم این. بذار ببینم چی داری. مشکی نمی پوشی؟ خیلی هم می پوشم. نه خیلی نمی پوشی. کدومشو؟ قرمز. اون نمیشه، خیلی توی چشمه. خوبه، میتونیم بهش فکر کنیم. نه حرفشم نزن. پس لااقل اینو بپوش. نه این خیلی خوشگله، ببین چه دل داره. سفید درست نیست، میگه هول برش داشته. باور کن با این روش معرکه میشه، نگاش کن. کدومش؟ ببین خوب نگاش کن آبجی، تو دیوونه ای. خیلی سخته همچین تصمیمای بزرگی بگیری عزیز دلم، اونم اینقدر سری. خب تونستم، ولی نمیدونم درسته یا نه. شاید فردا بیدار شدم گفتم وای نه، اون وقت میگی امتحان کردم جور نشد، ولی در عوض کاری که دلت خواست کردی. نه
قرمز. دست از سرم بردار دیگه. آبجی. گفتم نمیشه، این خوب نیست. Bugün biri yaşıyorum hala seni, sen benim şarkılım. Söyler misin sen benim şarkılarımsın? بفرما خودش آب گرم کنیه. الان میفهمیم برای آب گرم کنه کی رفته. الو. روز بخیر، توی زمانی که گفتین از طرف ما ماموری به اون آدرس اعزام نشده. چطور ممکنه آقای محترم؟ به حسابتون پول واریز کردن. بله، ولی هر کی رفته از شرکت ما نبوده. باشه، دمتون گرم. باشه، سر نخ گیر آوردیم باقلوا. اینایی که برای تعمیر رفتن از شرکت نبودن. یعنی اینا هر کی هستن، امانتی دست همیناست. تو بازم بررسی کن، چیزی فهمیدی به این پیام بده. باشه باشه، حله. ولی یه چیزی، تو با رفتن به اون امارت اون بنده خدا رو تو خطر میندازی. ترگوت، اگه میخواستن بلایی سر اونا بیارن تا الان میآوردن. اونا دنبال یه چیز دیگه هن. اما تا وقتی که بفهمیم دنبال چی هن، من به کارم میرسم. باشه باشه، بفرما. ممنون ترگوت، فداتم. باشه.